Thank mm -hmm. you. شاهزاده رضا پهلوی بعد از دوازده سال در یک مراسم خانوادگی شنبه هشتم ماه مرداد سیومه ماه ژویه به همراه همسرشون و دخترشون و شهبانو به مزار محمد رزا شاه پهلوی پدرشون رفتن شبکه فرش کرد که ظاهرا سخنگوی شاهزاده شده در این مورد گفته که روز شنبه شاهزاده رضا پهلوی در با همراه خانواده و اینا در یک مراسم خانوادگی از به صلاح ادای احترام کردن به پادشاه فقید ایران در مسجد رفاعی قاهره در سال 2010 آخرین باری بوده که شاهزاده رضا پهلوی ظاهرا در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک به مزار محمد رضا شاه رفتن پدرشون و بعد, بعد از اون به دلیل ناامنی ناشی از تحولات پی در پی در مصر و بعدش هم که کرونا بوده و اینا ایشون به این دلایل گفتن که این سخنگوشون فرش کرد گفته که نرفتن دیگه مصر تا امسال که دوازده سال از اون روز میگذره نکته ای که حالا این دفعه میشه بهش پرداخت اینه که ایشون هشتم مرداد به طور در یک مراسم خصوصی مانند رفتن سر مزار پادشاه فقید در شرطی که پنجم مرداد مراسم اصلی سالگرد درگذشت محمد رضا باز هم شهبانو تنها بودن آنجا و شاهزاده و بچه هاشون و خانمشون باز هم نبودن علت اینکه حالا الان هم که احساس امنیت کردن و رفتن ولی چرا پنجم مرداد نرفتن دقیقا سه روز بعد جداگانه رفتن یعنی در حقیقت به صورت یک مراسم خصوصی رفتن چرا واقعا سعی نکردن که بعد از دوازده سالی که از آخرین بار حضورشون بر سر مزار پادشاه فقید پدرشون میگذشته در همون مراسم اصلی شرکت کنند به هر حال روز شنبه 8 مرداد ایشون ابتدا به سر مزار انبرسادات رفتن و بعدش هم در محله یاد بوده سرباز گمنام گمنام حاضر شدن بر سر مزار انور سادات همونطوری که در تصاویر بود دست گلی گذاشتن یا تا حلقه گل گذاشتن ولی وقتی که از مزار بسایا پدرشون پادشاه فقید دیدار کردن با چند قدم فاصله و بعدش هم یه عکس یادگاری که گرفتن بدون اینکه گلی چیزی ببرن و بذارن یک توری آدم احساس میکنه که یک اجباری بوده در این رفتن ایشون چرا چون فضای مجازی مردم در فضای مجازی همش این سوال رو میکردن از شاهزاده که چرا ایشون در این مراسم سالگردها شرکت نمیکنه و انگار که یک تورایی یک اجباری حس کرده بوده شاهزاده که به همراه خانوادهشون برن اونجا با سه روز تاخیر و اینها همه جای سوال برای کسانی که سالها از شاهزاده علت عدم حضورشون رو میپرسیدن باز هم وقتی در فضای مجازی ما نگاه میکنیم بسیاری میگن چرا اینقدر دیر درسته که یک مسئله قدیمی هستش که میگن ملا نصرالدین میگفته که این ملت رو نمیشه هیچ طوری راضی کرد ولی وقتی که به میشینه و نکاتی رو کنار هم میذاره و یه چیزهایی رو دقت میکنه میبینه که واقعا سوالها بعض وقتا بیجا نیست و در مراسم به اصطلاح خصوصی و خانوادگی که اینها داشتن از بر سر مزار پادشاه فقید بودن خانم یاسمین واقعا کم لطفی کردن با بی که یک حالت علامت دست اینجوری نشون دادن به وقتی که به صلاح می رفتن دور می شدن از مزار پادشاه فقید و موقع به اصطلاح آن هم دو سوره خوندن یا دعا خوندن هم تقریبا میشه گفت که همش داشتن میخندیدن و دوربین متاسفانه با اینکه زوم نکرد رو صورتشون ولی میشد باز دید که یک حالت تمسخری بود در رفتارشون یک بی احترامی که این رو به نظر من طرفداران پادشاه فقید نمیتونن به هیچ وجه قبول بکنن و این تمام این علائم مشخصه که اساسا خانواده ی شاهزاده رضا پهلوی منظورم همسرشون علاقه به شاید اینکه در این حالی که دو دله که ملکه بشه و به یه همچون قدرت و مقام می برسه ولی اون ارزش و اون احترامی که باید به اون مقام بذاره و به ملت و به پادشاه فقید بذاره رو من فهم کنم ایشون از این آداب یه مقدار دوره و متاسفانه میگم دوربین چون به حال دست دوستانه بود ضبط میکردن خود دست خودی هاشون بود من فکر میکنم زیاد زوم نکردن نزدیک ولی همون قدری که زوم کردن اگر کسانی با دقت نگاه کنن و موقع رفتنم اشاره دست اینطوری که انگار که مثلا با همکلاسیشون دارن بای بای میکنن اونه که واقعا این خانم یاسمین پهلوی میبایست که من فکر میکنم وقتی که زمان شاه چه سریا اسفندیاری با شاه ازدواج کرد چه خود فرح پهلوی فرح دیبا یا پهلوی به اینا آداب و رسوم دربار رو, یاد دادن یک خانواده که چه رفتاری بکنن پروتوکولا چجور باشه ولی خانم یاسمین همینجوری واسه خودش با فرهنگ آمیانه به عبارتی داره به اصطلاح هر کاری که دلش میخواد میکنه و اگر کسی سوالی بکنه یا مورد سوال قرار بده راه حرکت های این خانم رو سریع یه سری, آدمایی که تو پاشون پره تو پره ماسته و تو پاشون پره به آدم حمله میکنن ولی واقعا خانم یاسمین باید که پروتکل‌ها ها و رفتارهای یک خانواده به صلاح در اون سطح رو یاد بگیره امیدوارم که بتونه شهبانو قبل از اینکه وقت دیر بشه به اینها رو, رو به ایشون یاد بده اگر واقعا علاقه ای دارن به اینکه در آینده ایران در سطح یک خانواده سلطنتی ولو پادشاهی پارلمانی باشه جایی داشته باشن و این آداب و رسوم رو باید یاد بگیرن ما دیدیم که حتی در خانواده های سلطنتی خیلی خیلی اصالت و ریشه دارتر مثل خانواده سلطنتی انگلیس وقتی که پرنس هری و خانم میگان مرکل سرشون پروتکل‌های های رفتاریشون نشستشون برخواستشون صحبتاشون درست نبود و در اون چارچوبه که باید میبایست نبود ما دیدیم که چطوری همه میدیا و حتی به اصطلاح کسانی که آنالیز میکنن رفتار اعضای خاندان سلطنتی رو چطوری هر دفعه به هر حال با حجمه هایی از انتقاد با ایشون برخورد کردن و نهایتا هم میبینیم که تقریبا راه خودشون رو رفتن و خانم یاسمین باز هم میگم اگر میخواین که در شعن یک خانواده سلطنتی رفتار بکنید بفرمایید اگر نه آموزش اگر بلد نیستید آموزش ببینید ولی اگر این رفتاراتون توهینهای خواسته است یعنی ناخواسته نیست خاص عمدن این رفتارهای به صلاح گستاخانه رو در بسیاری از موارد از خودتون نشون میدید واقعا میگم چیزهایی که باید یاد بگیرید در ایران یک کش... کشور شرقی با تمدن زیاد نمیشه اینطوری بی محابا و و آمیانه رفتار کرد در مراسم رسمی دوستان دوست دارم نظرات شما رو هم بدونیم در قسمت کامنت بنویسید نظراتتون راجب رف... به رفتار و برخورد شاهزاده که چرا به جای پنجم هشتم بودن بعد از اینکه بعد از دوازده سال دیگه مسئله امنیتی هم نبوده براشون که برن به مصر و رفتاری که ما دیدیم که کمی بیمهری بود نسبت به و بی احترامی بود از سوی خانم یا سمین پهلوی به پادشاه فقیدمون اون علامت دستی که نشون دادن